کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در 9 ماه سال روان بیش از 3000 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت گردیده است. گفته می شود که حتی در بیشتر قضایای خشونت علیه زنان در نقاط دوردست گزارش نمی شوند. متاسفانه خشونت علیه زنان مخصوصا خشونت های خانوادگی فوق العاده افزایش یافته و از میان آنها لاتوکوب خشونت های فیزیکی، خشونت های روانی و کلامی بیشتر است. ازدواج های زیر سن اجباری است. در کنار اینها قتل های ناموسی که متاسفانه بسیار به آسانی خانم و یا دخترشان را از بین میبرند نگران کننده میباشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی از افزایش خشونت علیه زنان ابراز نگرانی میکند که در تازه ترین مورد یک مرد در ولسوالی کاشنده ولایت بلخ گوش های خانم را با سلاح جارحه بریده است. از سوی هم وزارت امور زنان نیز افزایش خشونت علیه زنان در کشور را تایید کرده میگوید که در ربع سوم سال جاری 1537 قضیه خشونت در این وزارت ثبت گردیده است. اسپوژمه وردک موین این وزارت در صحبت با رسانه ها گفت عدم مجازات مجرمین و اجرا نشدن محاکم علنی سبب شده تا این پدیده افزایش یابد. مجرمین به سزای اعمالشان برسند و دادخواهی این را میکنیم که شمار زیاد این مجرمین علنی محکمه شوند تا درس عبرت برای دیگران باشد. حال در برخی موارد ما اعتماد خود را از دست دادیم. مثلا اگر ما قضیه فرخنده را در نظر بگیریم، یک قضیه وحشتناک بود و بسیار طول هم کشید. باید بسیار زود بالایش قانون تطبیق میشد اما نشد. از سوی هم لوی سارنوالی افغانستان میگوید در 11 ماه سال روان سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان به بیش از 1000 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است. لوی سارنوالی در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت متعهد است و عاملین این قضایا را بر پنجه قانون سپرده و می سپارد. بیشتر این قضایا بعد از اتخاذ تصمیم به محکمه محول شده. ما همین فعلا اشخاص و افراد را داریم که در قسمت قضایای خشونت علیه زنان حتی به اعدام محکوم، حبس دوام، حبس طویل، حبس متوسط، جزای نقدی، حبس قصیر محکوم به مجازات شدند و در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند. اسوی هم شماری از مدافعین حقوق زنان میگویند اعتماد اندک مردم بالای ارگان‌های عدلی و قضایی و همچنان نفوذ زورمندان در چنین قضایا سبب شده تا خشونت روز بر روز افزایش یابد. آنان میگویند تا زمانی که عاملین خشونت علیه زنان به طور علنی محاکمه نگردند، این پدیده شوم در کشور از بین نخواهد رفت.